در خبرهای افغانستان و جهان از تلویزیون آشنا صدای امریکا. برخی نهادهای ناظر انتخابات هشدار می‌دهند تأخیر اعلام نتایج ممکن بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بگذارد. یک شاهزاده سعودی می‌گوید سران کشورهای شرکت کننده در نشست گروه 20 در روبرو شدن با ملک سلمان و ولیعهد راه دیگری ندارند جز اینکه با آنها روبرو شوند. و سازمان عفو بین الملل میگوید که قوانین ضد تروریسم فرانسه در تناقض با اصول ابتدایی عدالت قرار دارد. بینندگان گرامی سلام، نجیبه خلیل هستم. در برنامه امروز شنبه 24 ماه نوامبر سال 2018 میلادی از شهر واشنگتن دی سی، علاوه بر تازه ترین اخبار، رویدادهای مربوط به افغانستان و سایر نقاط جهان را نیز گنجانیده ایم. همچنان باید یادآور شویم که شما می توانید برنامه را همین اکنون به صورت مستقیم از طریق فیسبوک دری تماشا کنید. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که وارد کردن آرای بایومتریک و دیتابیس این کمیسیون پایان یافته و تا اخیر هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات بسیاری از ولایت‌ها اعلان خواهد شد. پس از یک تأخیر دو هفته‌ای، دیروز این کمیسیون نتایج ابتدایی ولایت‌های بامیان، دایکندی، جوزجان، فرا و اروزگان اعلان کرد. با این حال برخی از نهادهای ناظر البته بر انتخابات هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام این نتایج ممکن که بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تأثیر بگذارد. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه هرچند با تأخیر اما آغاز شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که تا پایان هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات تمامی 33 ولایت اعلام خواهند شد. حال مسئولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است که تمام شهروندان ما میتونند در ظرف 48 ساعت، یعنی دو روز، میتونند شکایتشان مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی به کمیسیون شکایات انتخاباتی درج بکنند تا کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق با مواد قانون طرز عمل ها با آنچه شکایت هایی که مبنی بر این نتایج اعلام شده بررسی خود انجام طرز بخواهد. تامین شفافیت، رسیدگی به شکایات، تأخیر در ارسال فرم نتایج ولایت ها و جداسازی آرای سیاه و سفید از موارد است که به گفته کمیسیون انتخابات سبب تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی شده بودند. کمیسیون انتخابات میگوید که روند وارد کردن آرای بایومتریک در سیستم که یکی دیگر از موارد این تأخیر بود پایان یافته است. معلومات دستگاه‌های بایومتریک که در روز انتخابات 28 و 29 میزان استفاده شده بود تمام 33 ولایت به سرور عمومی وصل شده که 3,065,000 است که بالاتر از 85% استفاده از تکنولوژی بایومتریک در روز انتخابات 28 و 29 میزان مجلس نمایندگان نشان میدهد. با این حال نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که کمیسیون های انتخاباتی باید برای تبعات این تأخیر آمادگی داشته باشند. ما باید پیش بین بعضی از گام های احتیاطی باشیم. اولا اینکه سطح اعتراضات بالا میره و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید آماده باشه برای پذیرش اعتراضات و رسیدگی شفاف به تمام اعتراضات که صورت میگیره و عادلانه باشه. و دومی که باید مسائل سیاسی نشود. در این قسمت ما از بزرگای سیاسی میخوایم که در مسئله خلاص شدن و پایین یافتن آبرومندانه انتخابات کمک بکنن. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به استثنای غزنی و کندهار در 32 ولایت دیگر در 28 و 29 ماه میزان برگزار شد. در کندهار اما این انتخابات با یک هفته تأخیر صورت گرفت. حالا نگرانی ها این است که تأخیر در اعلام نتایج این انتخابات ممکن است که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی که قرار است سال آینده برگزار شوند را نیز به تعویق بیاندازد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر صرف نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت را اعلام کرده است و گفته است که تا ختم هفته جاری اکثر ولایت ها نتایجشان البته اعلان خواهد شد. در بحث امروز دلایل تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و تأثیرات آن بر انتخابات ریاست جمهوری را با عبدالعزیز ابراهیمی،
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث و بررسی میکنیم. آقای ابراهیمی سلام به شما، تشکر از اینکه البته اونا را از استودیوی کابل با خود داریم، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتن. خواهش میکنم و سلامت باشین. پنج ولایت دیگه که امروز قرار است نتایجش اعلان شود کدام ها است یا قرار بود؟ تشکر، بار سلام به شما و تمام بینندگان محترم شما. قسمی که شما در جریان هستین، ما به اساس متعهد که به مردم افغانستان سپرده بودیم که به تاریخ دوی قوس شما را از ولایت اعلان میکنیم. روز گذشته خوشبختانه ما نتایج ابتدایی پنج ولایت که اروزگان، فرا، بامیان، دایکندی و جوزجان بود اعلان کردیم و فعلا هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون مصروف نهایی ساختن نتایج ابتدایی پنج ولایت دیگه هست که تا ساعت دیگه شما شاهد اعلام نتایج پنج ولایت خواهید بود. تشکر شما. البته ابتدای اعلانتان این بود که تا دوم قوس که دیروز باشد تقریبا 32 ولایت باید اعلان میکردین، اما 5 ولایت اعلان شد. در هر حال دلایل یا دلیل عمده تاخیر اعلام نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه به نظر شما چی است؟ خب قسمی که شما میدانین، رسیدگی به تمام شکایات و اعتراضات مردم مبنی بر انتخابات 28-29 میزان، تأمین شفافیت هرچی بیشتر، جدا ساختن آرای سفید از آرای سیاه و سپردن حق به حقدار هدف و تعهد کمیسیون مستقل انتخابات بوده و به همین ملحوظ چون ما به شکل ژرف و دقیق به تمام شکایات و اعتراضات مردم مبنی بر انتخابات رسیدگی دقیق داشته باشیم، این پروسه را تأخیر کرد و همچنان متاسفانه بعضی از مواد یا نتایج شمارش ها را از بعضی ولایت به تأخیر به دسترس ما قرار گرفت و همچنان مداخله بیروی بعضی از ناظرین که اصلا بعضشان اصول نظارت رو نمیدانند در پروسه تأخیر انجام دادن. در مجموع برخی ها نگرانی دارند که این تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه ممکن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی داشته باشه. نظر شما چیست؟ به چی دلیل این تأخیر بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر البته وارد خواهد کرد؟ به هیچ عنوان، قسمی که شما میدانین کمیسیون مستقل انتخابات 60-70% آمادگی خود به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داره که چون در انتخابات دو موضوع خیلی مهم است، یکی حضور کاندیدان، دوم حضور رای دهنده، که ما خوشبختانه حضور رای دهنده را 8.8 میلیون داریم. فعلا تیم بررسی ما در رابطه با انتخابات 28-29 میزان از لحاظ تکنیکی بررسی را انجام میده که در کدام بخش ها ما مشکلات داشتیم، که از لحاظ بخش تکنولوژی بایومتریک بود، فهرست رای دهنده بوده و در بعض مواقع مدیریت یا مو کارمندای ما ناوخت رسیده بودن. در مجموع این همش بررسی میکنیم که ما در انتخابات ریاست جمهوری به آمادگی خوبتر و بهتر داشته باشیم و فعلا هم بس امروز هم با حضور کمیسیون شکایت انتخاباتی، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی بسا جریان داره و احتمالا ما 4 انتخابات برنامه ریزی کنیم یک زمان، در یک زمان برگزار بکنیم و فعلا تیمای تکنیکی ما در این رابطه کار میکنه. ما امیدوار هستیم تا امی هفته یا هفته آینده بخیر ما تقویم 4 انتخابات و تاریخ دقیقش که در کدام وقت ما برگزار خواهیم کرد به شما اعلام خواهیم کرد. آقای ابراهیمی، به نظر شما آزمون و مشکل عمده پیش روی کمیسیون انتخابات در اعلام به وقت نتایج ابتدایی چیست و چقدر دلایل کمیسیون موجه است؟ خب قسمی که ما در جریان هستیم، قبلا یادآور شدم، هدف اصلی ما تامین شفافیت است، یعنی حق به حقدار بسپاریم، آرای سفید از آرای سیاه جدا بکنیم و در مجموع هدف کلی ما همی هست که این موارد وقت گیر هست و قسمی که شما میدانین شکایت ها مبنی بر انتخابات 28-29 میزان وجود داشت که ما به شکل ژرف و دقیق بررسی ها انجام بدیم و ارزیابی ها و بازشماری را انجام بدیم. به اساس از این وقت گیر هست، هدف کلی رضایت مردم است مبنی بر یک پروسه ملی شان. ما تلاش کلی ما همی موارد هست و ما آنچه که تعهد سپرده بودیم که در نزده اقرب او تقویم نزده اقرب اعلان میکنیم، اما دوی قوس که به او تعهد خود عمل کردیم. اما قسمی که شما در جریان هستین، تکنولوژی بایومتریک، استفاده تکنولوژی بایومتریک در 25 روز اخیر صورت گرفت که ما اصلا آمادگی به اون شکل
منوال خود داشتیم که هم به نحوه تاثیرگذار در تأخیر اعلام نتایج ابتدایی بوده است. گفتین خب قبول که زمانگیر است، وقت در بر میگیره. اگر به صورت تخمینی بگوین که یک تعداد زیاد ولایت دیگه باقی مانده، چی وقت فکر میکنین که تکمیل خواهد شد؟ تخمینی گفتم میتونین؟ امی شکل ادامه داره. امی 5 ولایت اعلام کردیم. امروز هم تا ساعتی بعد ما اعلام 5 ولایت دیگه یا بالاتر از 5 ولایت دیگه اعلام میکنیم. امی شکل تا آخر هفته ما تلاشی را داریم که بیشترین از ولایت اعلام بکنیم و حق بغدار بسپاریم و افراد اشخاص که به اراده مردم با که تعیین شدن به پارلمان آینده را پیدا بکنن در مجموع. آقای عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، جهان سپاس از اینکه شما به برنامه ما حاضر شدین و به سوال ما پاسخ گفتین. روزتان بخیر. خواهش میکنم. تشکر شما. بس شما بخیر. در حادثه سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی معروف ولایت قندهار، دو تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شده است. مقام ها دلیل سقوط این هلیکوپتر را مشکلات تکنیکی خواندند. عبدالعزیز عزیز احمد عزیز سخنگوی والی قندهار با صدای آمریکا گفت که این هلیکوپتر با هدف اکمالات نظامیان افغان به این ولسوالی رفته بود. ولسوالی معروف از ولسوالی های ناامن قندهار است که 180 کیلومتر از مرکز این ولایت فاصله دارد. یک سرباز ناتو امروز در افغانستان کشته شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات حمایت قاطع در بیانیه کشته شدن این سرباز را تایید کرده است. با کشته شدن این سرباز اکنون تعداد تلفات سربازان امریکایی در افغانستان در سال روان به 8 تن رسید. سخنگوی مأموریت قاطع در افغانستان گفت هویت و چگونگی کشته شدن این سرباز بعداً گزارش داده خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت دفاع افغانستان حدود 14,000 سرباز ایالات متحده در افغانستان موجود است. حکومت افغانستان میگوید که کارکردهای 5 سال گذشته و برنامه‌هایش برای 5 سال آینده در نشست ژنو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی در رأس هیئت افغانستان اشتراک خواهد کرد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت در این نشست تعهدات جدید مالی به حکومت افغانستان داده نخواهد شد. حکومت این کشور امیدوار است که در ختم این نشست دستاوردهای چشمگیر داشته باشد. چخانسوری گفت که این نشست به گونه مشترک از سوی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار شده و میزبانی خواهد شد. نشست ژنو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در ژنو پایتخت سوئیس برگزار می شود. این نشست در حال برگزار می شود که تا کمتر از یک سال آینده به گونه قانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان خواهد رسید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز شنبه اسرائیل را غده سرطانی خواند که به گفته او توسط کشورهای غربی ایجاد گردید تا علایقشان را در شرق میانه به پیش ببرند. رهبران ایران اکثرا اسرائیل را تقبیح کرده و نابودی آن را پیش بینی کردند. اما آقای روحانی که نسبتاً شخص میانه رو خوانده می شود به ندرت چنین بیانات را ابراز می دارد. آقای روحانی که در کنفرانس سالانه وحدت اسلامی صحبت می کرد گفت اسرائیل یک رژیم دروغین و ساختگی است. روحانی همچنان به عربستان سعودی پیشنهاد داده است که جمهوری اسلامی ایران با تمام توازن توان از منافع مردم این کشور در برابر تروریسم و ابرقدرت‌ها دفاع می کند و به این کشور اهانت هم نخواهد کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که قوانین ضد تروریسم فرانسه در تناقض با اصول ابتدایی عدالت قرار دارد. به گفته این سازمان قوانینی که اخیراً جاگزین حالت اضطرار در آن کشور شده است، محدودیت‌های بی‌مورد را بر افراد مشکوک حتی قبل از ارتکاب جرم وضع می‌کند. فرانسه در جریان امین ماه از 30 سالگرد حملات تروریستی پاریس که در آن 130 تن کشته شده بود یاد بود به عمل آورد. در پاسخ به این حملات حکومت فرانسه حالت اضطراری 2 ساله را وضع کرد
که بعداً در سال 2017 یک قانون جدید مبارزه با تروریسم جایگزین آن شد. سازمان عفو بین الملل می گوید که این قانون صلاحیت های وسیع با نظارت اندک را به حکومت می دهد. اوامر کنترل در این قانون به حکومت اجازه می دهد تا حرکات یک فرد را به گونه کلی و خارج از اصول محاکمات جزایی بررسی کند، یعنی بدون اتهام و بدون محاکمه. آنها حرکت یک فرد را کنترل می کنند. به طور مثال می تواند به یک فرد اجازه خروج از یک شهر مشخص را ندهد، یا می تواند از آنان بخواهد که به پلیس گزارش دهند، یا برایشان اجازه ندهد که با افراد مشخص دیگر تماس نگیرند. در طول سالهای اخیر فرانسه شاهد چندین حمله تروریستی بود. حکومت تاکید دارد که با در نظر داشت میزان تهدید، اقدامات استثنایی به خاطر نظارت از افراد مشکوک و جلوگیری از حملات ممکنه ضروری می باشد. تعداد از کشورهای دیگر نیز این روش فرانسه را دنبال می کنند. پارلمان هلند یک قانون را تصویب کرد که در آن بسیار از صلاحیت هایی که ما در فرانسه می بینیم گنجانیده شده است. ما دیدیم که پلیس آلمان نیز صلاحیت های خود را گسترش داد. امین حالا پارلمان سوئیس نیز روی مسوده یک قانون بحث می کند که بر اساس آن بر افرادی که آنان برایش افراد ممکن خطرناک می گویند محدودیت های جدی وضع می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید درک می کند که دولت ها باید بخاطر مسئولیت در برابر تروریسم قوانین وضع کنند، اما می افزاید که اصول اساسی عدالت و حقوق بشر را نیز باید رعایت کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. در آستانه نشست رهبران گروه 20، یک عضو برجسته سلطنتی عربستان سعودی امروز شنبه در مورد اینکه در گرد همایی سران کشورها در هفته جاری که در ارجنتین برای شرکت در این نشست اشتراک می کنند، آیا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برخورد گرمی خواهند داشت یا نه، گفت او کسی باقی میماند که آنها باید با وی سر و کار داشته باشند. شهزاده ترکی الفیصل، یک عضو برجسته خانواده سلطنتی عربستان سعودی، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت قتل جمال خاشقجی، نویسنده سعودی، در کنسولگری دولت شاهی عربستان در استانبول ماه گذشته یک واقعه غیر قابل قبول بود. وی که در ابودبی امارات متحده عرب صحبت می کرد گفت این حقیقت که آن حادثه به نام دولت شاهی صورت گرفته و دیگر موارد است که ما باید آن را تحمل کنیم. این چیزی نیست که با آن مواجه نشویم. ما با آن مواجه هستیم. بنابراین برای بازگشت به سوال شما در مورد جلسه جی 20 در ارجنتین، فکر میکنم که دولت شاهی عربستان با ایفای نقش خود در هر صورت ادامه خواهد داد، و اینکه اگر رهبران این اجلاس با ولیعهد به گرمی روبرو شوند و یا خیر، فکر میکنم عمه آنها دولت شاهی را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند و ملک سلمان و ولیعهد او راه دیگری ندارند جز اینکه با آنها روبرو شوند. مقامات استخباراتی و تحلیلگران میگویند عملیات کشتن خاشقجی، کسی که به طور انتقادی در مورد ولیعهد در واشنگتن پست مقاله نوشت، میتوانست بدون اینکه شاهزاده محمد از آن آگاهی یابد اتفاق بیفتد و انجام شود. دولت شاهی عربستان سعودی که چندین گزارش متضاد از قتل ارائه کرده است، از درگیری ولیعهد در این قضیه انکار میکند. الفیصل اضافه کرد فکر کردم رئیس جمهور ترامپ آنچه را که به نفع ایالات متحده بود ابراز داشت. او بر روابط استراتژیک بین دو کشور در همان بیانیه تاکید کرد و اینکه چگونه عربستان سعودی نه تنها در قسمت نفت بلکه در بسیاری از موارد مفید بوده. او با اشاره به تلاش‌های صلح اذعان کرد که چیزهای دیگری نیز وجود دارد که عربستان سعودی و ایالات متحده در طول سالها روی آنها با هم کار کردند. ترامپ برخلاف ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا معتقد است که شواهد کافی برای مقصر دانستن ولیعهد در قتل خاشقجی وجود ندارد.
شاهزاده ترکی الفیصل همچنین ارزیابی های استخبارات امریکا را مبنی بر اینکه دستور قتل خاشقجی را چه کسی صادر کرده محکوم نموده گفت که همین سازمان استخباراتی در سال 2003 ارزیابی ناقص در قسمت اشغال امریکا در عراق داشت. ترامپ میگوید عربستان سعودی متحد مهم است که به کاهش قیمت نفت کمک کرده است. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. باران‌های متواتر در شمال ایالت کالیفرنیا در خاموش ساختن آتش‌سوزی مرگبار آن ایالت کمک کرده است، اما این وضعیت تلاش‌ها برای جستجوی اجساد جانباختگان را مشکل‌تر ساخته است. باران‌ها در شهر پارادایس باعث شد تا قسمت زیاد آتش‌سوزی خاموش شود. در آتش‌سوزی‌های متعدد اخیر در ایالت کالیفرنیا 84 تن جان باخت و گفته می‌شود که وضعیت 563 تن تا هنوز نامعلوم است. یک گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا حاکی است که تأثیرات تغییر اقلیم به شمول طوفان‌های قوی، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های شدید در ایالات متحده در حال وخیم شدن است. این گزارش که با کمک چندین اداره حکومتی تهیه گردیده و به روز جمعه به نشر رسید، مکرراً با بیانیه‌ها و پالیسی‌های رئیس جمهور ترامپ در تضاد قرار دارد. با گزارش آژانس خبری رویترز، قصر سفید این گزارش را نادرست خواند. گزارشی که در بیشتر از 1000 صفحه به نشر رسیده از فجایع بیشتر و قویتر در آینده هشدار می‌دهد. هزاران نفر در ایالات متحده عصر روز پنجشنبه در روز شکرگزاری و صبح روز جمعه که به نام جمعه سیاه یا بلک فرایدی یاد می شود به مغازه ها رو آورده و به طور قابل توجه اجناس مورد ضرورتشان را خریداری کردند. در ایالت نیویورک مشتریان به فروشگاه منهتن هجوم برده به مغازه های مثل جی سی پنی رفتند و اجناسی را که با قیمت های بسیار ارزان به فروش می رسید خریداری کردند. روز جمعه بعد از روز شکرگزاری پرمصرف ترین روز برای مستهلکین در ایالات متحده آمریکا است. خریداری برای عید میلاد مسیح یا کریسمس از همین روز آغاز می گردد. اکثر فروشگاه های بزرگ اجناسشان را با تخفیف ویژه به فروش می رساند. قریه خاص برای زنان در منطقه راجاوا در شمال سوریه اعمار شده است که دارای 30 منزل رهایشی مشابه است که از گل سرخ ساخته شده است. ژیلا نوری گزارش را در این باره تقدیم می کند. این قریه در حال حاضر میزبان 5 خانواده است و انتظار می رود که خانواده های بیشتری در این قریه مسکن گزین شوند. اما چیزی که این قریه را از سایر قریه ها و روستاها متفاوت می سازد، این است که همه ساکنان این قریه را زنان و کودکان تشکیل می دهند. نوجین یکی از زنان زاکار آلمانی است که در این پروژه داخل بوده است. نظر این بود که قریه اعمار شود تا زنان به صورت آزاد در آن زندگی کنند، مانند یک جمعیت مردم که با طبیعت نزدیک باشند و زنان قادر باشند تا اقتصاد خودشان را بسازند و آنان زندگیشان را به طور آزاد و خودمختار مدیریت کنند. خانم نوجین میگوید که همسران شماری از زنانی که در این قریه مسکن گزین شدند و یا میشوند در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. این رضاکار آلمانی میگوید امیدوار است که قریه‌ای که برای زنان کردی اعمار شده است و بیوه‌ها و اعضای خانواده آنان معنی تازه برای ادامه زندگی بدهد. بدریه درویش یکی از زنان است که همسرش در جنگ کشته شده و از آن پس قادر نبوده تا خود و کودکانش را از لحاظ مالی حمایت کند.
در نهایت خانم درویش تصمیم گرفت تا به قره جنوار بیاید و زندگی تازه‌اش را آغاز کند. اینجا به خاطر آمدم که نمیتوانستم کودکانم را از لحاظ مالی حمایت کنم. در مورد آمدن به اینجا مطمئن نبودم، اما در این حال قادر به مواظبت از کودکانم نبودم. اینجا همراه با کودکانم آمدم، زیرا زندگی مشکل است. از عهده آن بر نمی آیم. 10 کودک دارم و نمی خواهم به خاطر این که برای آنان چیز فراهم کرده نمی توانم احساس گناه کنم. امیرا یکی دیگر از زنان است که به این قریه آمده است. او میگوید به خاطر فرصتی که برای خود و خانواده‌اش در این قریه مهیا شده است سپاسگزار است. شوهرم مرد. 5 کودک دارم، خانه ندارم و فرزندانم کوچکند. کسی را ندارم که کار کند و کودکانم را حمایت کند. شنیدم که آنان برای مردم در اینجا خانه فراهم می کنند. ما درخواست خانه ای را کردیم و می خواهم به اینجا کوچ کنم. این پروژه توسط 3 سازمان محلی تمویل و مدیریت می شود. مسئولین این پروژه در نظر دارند تا مکتب، کلینیک و حتی شفاخانه برای این قریه اعمار کنند. این پروژه در نظر گرفته شده است تا فرصت‌های شغلی را نیز برای زنانی که در آن زندگی می‌کنند فراهم نمایند. سازمان دهندگان این پروژه می‌گویند که اگر تجربه آنان در قسمت اعمار قریه برای زنان موفق به اثبات رسید، قریه‌های مشابه بیشتر در شمال سوریه برای زنان اعمار خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. پروژه ارائه بایسکل داخل صحن پوانتون یک ابتکار جدید در پوانتون اردن است که هدف آن جلوگیری از تلف شدن وقت و از دست دادن سنوف درسی می باشد. محمد احمدی این گزارش را تهیه کرده است. این ابتکار موسوم به دراجتی است که یک نام عربی به معنی بایسکل هم است و توسط یک شرکت خصوصی راه اندازی شد. طبق این ابتکار با محصلین در پوهنتون علوم و تکنولوژی در شهر اربد اردن اجازه داده می شود تا به ازای پرداخت دقیقه حدود 3 سنت آمریکایی از بایسکل برای رفت و آمد به محل درسشان استفاده کنند. صاحب خریصاد رئیس این پوهنتون گفت که استفاده از بایسکل با محصلین وسیله آسان ترانسپورتی و همچنین فعالیت صحی را فراهم می کند. نظریه این پروژه این است که با محصلین روش آسان ترانسپورتی در داخل پوانتون فراهم گردد. همچنین به محصلین داخل پوانتون کمک خواهد کرد فعالیت فیزیکی و صحی داشته باشند. این اپلیکیشن موبایل با محصل معلومات در مورد میزان انرژی مصرف شده اش را ابلاغ می کند. این اپلیکیشن به محصلین کمک می کند تا در وقت کوتاه داخل محوطه پوانتون حرکت کنند. این بایسکل ها همچنان محصلین را قبل از رفتن به صنف درس سرحال می سازد. در مرحله اول این پروژه 250 بایسکل به دانش آموزانی فراهم شده است که می توانند از اپلیکیشن موبایل برای فعال کردن و راندن این بایسکل ها استفاده کنند. یوسف الرشتان یک محصل این پوانتون می گوید که استفاده از این بایسکل ها از تلف شدن وقت زیاد جلوگیری می کند. بعد المسافات بین المحاضرات فاصله بین صنف‌هایم بسیار زیاد است. 10 تا 15 دقیقه بین هر صنف فاصله است و این بایسکل از تلف شدن وقت زیاد جلوگیری میکند. صادقانه ما به خاطر ترانسپورت داخل محوطه پوهنتون به ویژه خدمات بس دودا وقت زیادمان تلف میشد، زیرا استفاده از این بس مشکل بود. بنابراین ما پیاده میرفتیم که وقت زیاد را تلف میکرد و بسیاری از درس‌ها را بر علاوه خستگی زیاد از دست میدادیم. خدمات دراجتی از تلف شدن وقت زیاد جلوگیری میکنه. این پوهنتون مستقر در اربد اولین مکان در اردن و در این منطقه است که سهولت ترانسپورتی بایسکل را برای محصلین فراهم میکند. به گفته خریصاد به منظور اجرای کردن این پروژه لاین‌های ویژه‌ای داخل محوطه پوهنتون برای بایسکل رانان جهت حفظ مسئولیت محصلین طراحی شده است. تقریبا 2000 محصل در مرحله نخست ثبت نام کردند، اما تعداد محصلین به 8000 نفر بلند رفته است که این امر مسئولین پوهنتون را به افزایش تعداد بایسکل ها ترغیب کرده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. البته گزارش صدای آمریکا بود که از همکار محمد احمدی شنیدین. وقت میلیون ها نفر هر روز با هیجان کار می کنند، چه در مزرعه و یا در دفتر، چه در جاده ها یا در سرحد و سنگر، در استادیوم و یا هم در سطح جهان. اگر به دلیل کمبود وقت
نمیتوان قصه این همه افغان ها را که مشتاق حرکت به پیش هستند به تصویر کشید. پس چرا یک مشت کوچک مردم این تصویر را به جهان میدهد؟ به هدف نزدیکیم، اما هنوز به آن نرسیدیم. باید بیشتر بکوشیم. برای رسیدن به هدف با ما همراه باشید. تنها با تلویزیون آشنا صدای آمریکا. بینندگان محترم، بخش دری در همینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه همکارم شکیب دوست بخش پشتوی نشرات آغاز میکنه. شب و روزتان خوش. سلام دوستان و تاست اورنده کوم.